امروز برای شما همراهان کانال و علم آموزان، دانش آموزان در علوم غریبه و ماورا طبیعه یک ختم و یک راه گشایش برای اموری که نیاز به بازگشایی امور مالی شما برای ثروت، برای عزت و بزرگی در بین مردم و همچنین کسانی که نیاز دارند به ختومی برای ازدواج کردن در خدمت شما قرار میدم. همراهی بکنید با من تا انتهای این برنامه و این ختم و این آموزش بسیار بسیار گرانبها رو انشالله بیاموزید. تا انتها همراه من باشید. با نام و یاد دادار پایدار خداوند یگانه و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی باشید، همراه با تندرستی و از مریضی ها به دور باشید. همیشه به شما عزیزان گوشزد کردم و توصیه کردم که برای بزرگی یافتن و برای بزرگ شدن، برای عزت و حرمت در زندگیتون به پدر و مادرتون و به بزرگترهاتون احترام بکنید. دوستان، متاسفانه این روزها در خیلی از کشورها، خیلی از مردم، خیلی از خلق متاسفانه به فقر، تنگ دستی و حالا اونهایی که نیاز دارن بزرگ بشن بین مردم، در چشم مردم عزتمند بشن، در چشم مردم بزرگ دیده بشن، یا اون خانم ها یا آقایانی که نیاز به ازدواج کردن دارن و راه ازدواجشون بسته شده، یا نیاز دارن برای جلب محبت بین مردم حالا یک سری کارهایی رو انجام بدن. امروز این ختم رو در خدمت شما قرار میدم و از اون شما رو انشالله بهرمند میکنم. این ختم یک سری پیش نیازها داره که این پیش نیازها رو من به شما میگم. شما برای انجام این ختم عزیزان نیاز دارید 3 روز قبل از شروع ختم ترک جمالی یا حیوانی، حالا هر کدوم، یا جمالی یا حیوانی انجام دهید. بهتر است که ترک جمالی بکنید. 3 روز قبل از شروع ختمتون بهتر است ترک جمالی بکنید و هنگام ختم، یعنی در طول ختم، در طول دوره ختم، حتما باید ترک حیوانی باشید. در مورد ترک حیوانی، در مورد ترک جمالی، ترک جلالی در کانال کلیپ مخصوصی رو تهیه کردم که در این کلیپ شما میتونید کاملا این توصیفات و این تعریفات رو کامل بفهمید. اونجا توضیح کامل دادم. این ختم عزیزان از ابتدای ماه قمری باید شروع شود. حالا بهتر است در بروج، بهتر است در بروج بادی باشد، بهتر است بروج بادی باشد. اگر بروج خاکی یا بروج آبی یا آتشی شد اشکالی نداره، بهتر است در برجی باشد که شمس یا آفتاب در برج بادی باشد، مثل برج جوزا، مثل برج میزان، مثل برج دلو یا دلو. این برج ها بادی هستند، بهتر هست. اگر در اونجا هم نباشه اشکالی نداره، در برج دیگه هم باشه اشکالی نداره، پس بهتر است در برج بادی باشه. مطلب بعدی باید یادتون باشه، این ختم 14 تا 21 روز است. می توانید 14 روز بگیرید، می توانید هم 21 روزه بگیرید، بهتر است که 21 روزه باشد. ختم شروعش یا یک شنبه یا دوشنبه و یا پنجشنبه، فرقی نمی کنه، یا یک شنبه یا دوشنبه یا پنجشنبه باشه، بهتر است که یک شنبه یا پنجشنبه باشه برای شروع ختم. برای ختم
بهتر است اتاق مخصوص داشته باشید عزیزان، بهتر است اتاق مخصوص داشته باشید. اگر هم احیاناً و در منزلی زندگی میکردید که یک اتاق بیشتر نداشتید، در همون اتاق نهایتاً میتونید ختم رو بگیرید، ولی بهتر است که حالا در یک ساختمانی باشه که یک اتاق مخصوص داره و در اونجا برید کارتون رو انجام بدید. خب حالا من پیش نیازها رو گفتم. صبح قبل از شروع عمل عزیزان، من بارها بهتون گفتم که غسل و نیت انجام بدید. همیشه این رو به شما توصیه کردم که غسل و نیت رو صبح قبل از شروع عملتون حتما انجام بدید که این کار را میخواهم انجام دهم قربتاً الالله. این میشه نیت عملتون. بعد هم چی کار میکنید؟ غسل رو انشالله انجام میدید. و اما بریم سراغ خود ختم، که خود ختم رو من به شما آموزش بدم. قبل از این که بریم سراغ ختم، اگر که این کانال رو کانال خوبی میدونید و میدونید که این کانال به درد شما خورده و براتون ارزشمند هست و میخواید در دسترس بقیه عزیزانی که نیاز دارن به اینجور ختوم، به اینجور برنامه ها، زحمت بکشید کانال رو حمایت بکنید. حتما دو یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان، و بعد هم لایک یادتون نره، لایک بزنید، سپاسگزار میشم. و دکمه پسندیدن هست یا لایک. عزیزانی هم که کانال رو سابسکرایب نکردن یا عضو نشدن، عضو بشن، خوشحال میشیم در کانال ما و خانواده ما. و حتما اون زنگوله بغل دست عضو شدن یا سابسکرایب رو، این زنگوله رو بزنید و بذارید روی همه یا اول. عزیزانی هم که میتونن به کانال کمک مالی بکنن، خوشحال میشیم از طریق گزینه سوپر تانکس این کانال رو حمایت بکنن. کانال خود شماست و به حمایت شما شدیداً نیازمنده. بسیار خوب، بریم سراغ قسمت اصلی ختم. ختم مثل همیشه دارای دو بخش: یک، بعد از نماز یا به قول عزیزان عرب دو برو کل صلات، یک قسمت هم در نیمه شب. حالا من اول بعد از قسمت بعد از نماز و بعد از نیایشتون رو میگم، بعد میریم سراغ قسمتی که اصطلاحا قسمت نیمه شب هست. بعد از نمازهاتون عزیزان، شما میبایست چیکار بکنید؟ بعد از هر نماز میبایست ابتدا سر به سجده بگذارید و در سجود ابتدا باید بگید یا قوی و یا متین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا این رو بگید، یا بگید یا غنی و یا مغنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. هر کدوم از اینا رو گفتید اشکالی نداره. 21 مرتبه باید این رو ابتدا در سجده بگید، و بعد از این که سر از سجده برداشتید، این رو که میگم باید بگید. بعد از این که این رو گفتید در سجده، سر از سجده که برداشتید و به حالت عادیتون بازگشتید، میبایست 7 مرتبه سوره کوثر بخوانید، 7 مرتبه سوره توحید بخوانید. همه اینها با یک عدد بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون هم آیه شماره 2 و 3 سوره طلاق، آیه این هست: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه رو از اینجا میخونید تا لكل شيء قدرا، این رو هم دوباره 7 مرتبه میخونید پشت هر نمازتون، این رو میخونید. بعد در دو کف دستتون میدمید، در دو کف دستتون فوت میکنید و به صورتتون از روی پیشانیتون میکشید تا روی وسط سینه خودتون.
این بعد از نمازهای شما هست. و اما قسمتی که باید بعد از ساعت 9 شب تا قبل از 12 شب انجام بدید. حالا این به چه صورت هست من الان بهتون میگم عزیزان. اولا در هنگام انجام عمل حتما چیکار بکنید؟ لباس کاملا سپید بپوشید. حتما لباس کاملا سفید بپوشید در هنگام عمل. بهتر است از شمع سپید استفاده نمایید. بهتر است از شمع سفید استفاده نمایید. اگر شمع هم نشد اشکال نداره، از نور لامپ هم میتونید استفاده بکنید. در هنگام عمل عزیزان رو به سمت قبله مسلمانان یا قبله پیروان حضرت محمد باشد، روتون به اون سمت باشه، یعنی روبروی قبله باشید. دهن شما شیرین باشد، در دهن خودتون یه مقدار شیرینی بگذارید موقعی که عمل رو میخواید انجام بدید. هنگام عمل از کندر یا لبان انسا و دانه اسپند به عنوان بخور استفاده نمایید عزیزان. از کندر یا لبان انسا و دانه اسپند به عنوان بخور یه مقداری دود میکنید، تموم میشه میره. در این عمل نیاز به اسراف دارد و در این عمل نیاز به تحسین دارد. در برنامه های گذشته برید نگاه بکنید، در دو سه برنامه گذشته من این در مورد تحسین و اسراف برای شما صحبت کردم، اونجا توضیح دادم، نمیخوام وقت برنامه طولانی بشه که اینها رو دوباره توضیح بدم. خب حالا وارد اون اتاق شدید یا در همون اتاقی که هستید میخوای ختم رو شروع بکنید، چگونه؟ ابتدا 14 صلوات مخصوص، بعد 14 استغفار مخصوص. صلوات مخصوص این هست: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این صلوات مخصوصه. استغفار مخصوص هم این هست دوستان: استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این هم استغفار مخصوص است. 14 تا صلوات، 14 تا استغفار. اینا رو در هر برنامه‌ای که من براتون گذاشتم ابتدا اینها رو باید بگید و در انتهای عمل هم دوباره 14 صلوات مخصوص باید بگید. ابتدا اسراف رو انجام میدید، بعد تحسین رو انجام میدید و میرسید به انجام ختم. انجام ختمتون به این صورتی هست که من میگم سوره قاف عزیزان، سوره قاف رو یک مرتبه باید بخوانید. سوره الملک، سوره الملک رو هم یک مرتبه باید بخوانید. بعد از سوره قاف و سوره الملک سوره طارق، سوره طارق رو هم میبایست 3 مرتبه بخوانید. سوره کوچیکی هست. بعد از اون حالا این رو هم یک بار هم خواندید اشکال نداره، بهتر است 3 مرتبه بخونید. بعد میرسیم به اصل قسمت کار، سوره یاسین. سوره یاسین رو به این صورت که میگم باید بخوانید. سوره یاسین: به هر مبین که رسیدید باید این دعا رو بخوانید. سوره یاسین 7 مبین داره، 7 مبین داره. به هر مبین که رسید باید این دعا رو بخونید: اللهم یا غنی
یا مغنی، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، یا حافظ، یا معز، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، به عزتک و به جلالک اعز و اغن و احفظ فی عیون کل مخلوق من السماوات والارضین به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو اینجا که میگید اعز و اغن و احفظ، اینجا میتونید نام خودتون رو، نام مادرتون رو بگید، مثلا محمد، نام مادر مثلا مریم، هرچی هست نام مادرتون رو باید بگید. دعا به این صورت است: اللهم یا غنی و یا مغنی، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، یا حافظ، یا معز و یا کریم، یا رحمان و یا رحیم، به عزتک و به جلالک اعز و اغن و احفظ فی عیون کل مخلوق من السماوات والارضین به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. در اینجا نام مادرتون رو میگید، در این قسمت نام و نام مادر خودتون رو بگویید. بعد این رو که این دعا رو عزیزان سه مرتبه باید در هر مبین که رسیدید بخوانید. بعد اینکه این رو خوندید، سوره یاسین تمام شد، قبل از اتمام عمل که برید و از اتاق خارج شده بخوابید و به کاراتون برسید، میبایست 7 مرتبه سوره و شمس بخوانید با 1 بسم الله و سر به سجده بگذارید و در سجده این چیزی که بهتون میگم رو باید بگید: اللهم یا غنی، یا مغنی، یا قوی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو هم 21 مرتبه میگید و بعد 14 صلوات مخصوص میگید و از اتاق خارج میشید. انشالله دوستان، از روز این ختم رو عرض کردم، شما میتونید 21 روزه بگیرید در حالت بسیار بسیار خوبش، 21 روزه بگیرید. انشالله از روز 9، 10، 11 به بعد، بستگی داره به شما و چگونگی حالات و احوال و روحانیتتون، مطمئن هستم از روز 9، 10 در زندگی شما، در حالات شما، در سیستم عصبی شما، در سیستم عاطفی و احساسی شما و در کار شما اتفاقات بسیار بسیار خوبی خواهد افتاد. در رویای شما خوابهای بسیار شیرین و قشنگی رو خواهید دید که این نشانه این است که عمل شما داره به درستی انجام میشه. انشالله بعد از این که خط رو انجام دادید، یک صدقه و یک زکاتی به خلق الله و به نیازمند انشالله حتما بدید. عزیزان کانال رو حمایت بکنید و اونچه که در این کانال گذاشته میشه صرفاً برای اطلاع شما عزیزان و دانش و آگاهی شماست و سعی بر این هست که شما راه‌های غلط رو پیش نرید و در راه درست گام بردارید. برای بنده هم دعا بکنید تا زمان دعا و آموزش دیگر، دادار و خداوندگار یگانه، یار و یاور شما گرامیان.